خب اگه یادتون باشه سال گذشته در ترم یک ما اومدیم در ابتدا پلوش شاید یکی دو ماه طول کشید قواعد تدریس شده در سنوات گذشته رو یک دوره ای داشتیم. بعد از اون در ترم یک تمامی قواعد کتاب رو درس دادیم، البته روانخونی کتابم انجام می دادیم. بعد از اینکه به تعطیلات کرونایی برخورد کردیم، بعد از اون الحمدلله ما با مشکلی روبرو نشدیم، چرا که قواعد رو خونده بودیم و فقط ما اون قواعد رو دوره می کردیم. امسال من می خوام همین کار رو انجام بدم، یعنی در عرض حالا یک ماه یا دو ماه میاییم اون قواعد سال گذشته رو یک دوره می کنیم. خب بعد از اون ما روانخوانی درس جدیدم داریم، اما تدریس قواعد درس جدید نداریم. خب من براتون یک فیلمی ضبط کردم از اولین درس قرآن، از دوستان خواهش میکنم اونو با دقت گوش کنن. تکالیفی که ازشون خواستم این تکالیف رو انجام بدن، از امروز تا روز سه‌شنبه مهلت دارن به خصوصی من تکالیفشون رو ارسال کنن. فیلم رو با هم میبینیم. صدای من الان میاد اینجا خودش هست؟ خب نه الان صدای من ندارم بچه ها. خب دوستان عزیز ظاهرم فیلم با مشکل مواجه شده و صدا نداره، خودم روی فیلمی که میبینی صدا میذارم. ببینید در این درس ما میخواییم حروف والی رو تدریس داشته باشیم.
اما قبل از اینکه بخوام حروف بالی رو خدمتون درس بدم، باید بهتون بگم درس قرآن خیلی درس شیرینیه و یادگیریش هم خیلی راحته. چرا؟ چون حروف قرآنی با حروف فارسی زبان مادر ما یکیه و لازم نیست ما بریم یک این حروف رو یاد بگیریم. اولا، ثانیا اینکه ببینید خوندن حروف قرآنی و کلمات قرآنی خیلی راحت تر از کلمات فارسیه. ببینید من پای تابلو نوشتم، اگر بهتون بگم این کلمه رو بخونید شاید براتون سخت باشه خوندنش، چون ممکنه یه دوست بگه خانم نوشید کرم، یکی بگه کروم، یکی بگه کرم، درسته چون علامت نداره. اما در زبان عربی و زبان قرآنی حروف داره علامت هستن. خب حالا که داره علامتن پس خوندنش خیلی راحته دیگه. اینجا شد کرم، درسته یا نه؟ میتونیم اعراباشو جا به جا کنیم و کلمات جدید با معانی جدیدی به وجود بیاد. پس متوجه شدیم که حروف قرآنی داره علامت هستن و خوندن اون از حروف فارسی بسیار راحت‌تر هستش. خب الان میخواییم اولین درس رو بدیم. ببینید این درس رو مال سالهای گذشته است. اولین درس ما حروف والی هست. حروف والی، چرا بهش میگن حروف والی؟ چون از چهار حرف واو، الف، لام و یه تشکیل شده است. حروف والی یه اسم دیگه هم داره به نام حروف ناخوانا. چرا بهش میگن حروف ناخوانا؟ چون وقتی که این حروف در کلمه قرار بگیره و دارای علامت نباشه اون حرف رو ما نمیخونیم. مثلا اگه عواب بخوام یه مثال بزنید در کلمه فارسی که واو نوشته میشه ولی خونده نمیشه، مثل کلمه خار به عنوان پستی. ببینید اینجا ما نمیگیم خوار، میگیم خار. مثال دوم مثلا از این الف خونده نمیشه، چرا که علامت نداره. مثال بعدی مثل کبرا، ببینید یه داره ولی یه شما نمیخونیم، چرا؟ چون علامت نداره. برای الف هم یه مثال قرآنی زدم، دقت بفرمایید. مثل کلمه فسماوات، ببینید در اینجا حرف یه، الف و لام علامت ندارن. ببینید حروف والی حروفی بود که نوشته میشد، در اینجا نوشتیم یه، الف، لام ولی نمیخونیم، چرا؟ چون علامت نداره. برای همینه که نام دیگرش حروف ناخوانا هست. خب عدوسان خواهش میکنم از امروز تا آخر وقت روز سه‌شنبه از هر کدوم از این حروف مثالهای قرآنی پیدا کنن از کتاب قرآنشون و به خصوصی من ارسال کنن. از هر کدوم پنج نمونه از حرف واو، پنج نمونه از حرف الف، پنج نمونه از حرف لام و پنج نمونه از حرف یه برای من پیدا کنن و اینها رو بنویسن به خصوصی من ارسال کنن و من نتایجش رو انشالله توی کانال قرار میدم. خب پسر گلم، حالا بریم کتاب قرآن رو باز کنیم. عزیزانم صفحه اولمو نمیخونیم، دوم، سوم الا صفحه هشت. حالا چرا این هفت صفحه رو نمیخونیم؟ چون این هفت صفحه مروری هست بر قواعد سالهای گذشته.
خب من که نمیتونم این چند سه سال گذشته رو تو یک جلسه شما درس بدم. پس اجازه بدید هر جلسه قسمتی از اون رو تدریس داشته باشم. خب صفحه 8 رو باز کنید دوستان. خب من یک بار براتون میخونم، خوب گوش کنید، بعد هر عزیزی که خواست داوطلب بشه اعلام کنه و من میخوام بخونه برام. بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان نل لاح غنی حمید. خب دوستان من الان کی میتونه این یه آیه رو برای من بخونه؟ دستشو بالا ببره. به به، باریکلا. سلام عزیز دل، حال شما خوبه؟ قربونت بشم. سال جدید براتون تبریک میگم. فدا چم، منم به همچنین قربونت بشم. میتونی بخونی این آیه رو؟ بخون عزیزم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باری کلو با اعوذ بالله شروع کرد، با بسم الله شروع کرد. و اعطینا لقمان الحکیم حکمت ان شکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان لله حمید. آقا برای جلسه اول اصلا خیلی عالی خوندید، خیلی خوشگل خوندید، باریکل عالی. آقا بیست. خب نفر دوم، پسر گلم، خب فرباد بخونه ببینم. اعوذ بالله، بخون پسرم. سلام خانم زینب. سلام عزیز دل، حال شما خوبی؟ قربونت بشم. بفرمایید. قربون. بله مرسی عزیزم، متشکرم از احباب پرسیتون. خب پسرم منتظرم بخونه. اول بخونم از همون آیه ولقد آتینا. پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد آتینا لقمان الحکمت. پسر گلم بهتر نیست بگی حکمت، درسته؟ علامت ه ای هست، حکمت. آقا شما هم عالی خوندید، اصلا خیلی قشنگ خوندید، خیلی قشنگ. نریمان پسرم سلام. نریمان نریمان پسرم سلام. نریمان پسرم میکروفون تو روشن میکنه، قربونت بشم، میخوام صدای گلتو بشنوم. خب بریم آقای فراز نیری. آقای نیری
سلام خانم. به سلام پسر گلم، حال شما خوبی؟ خوبم، شما چطوری؟ مشتاق شنیدن صداتون عزیز دل. اولا اینکه میخواستم سال تحصیلی جدید رو به شما تبریک بگم. محبت داری شما. خیلی خوشحال شدم که اولین درسم رو با شما دارم شروع میکنم. خیلی قربونت بشم، شما محبت داری عزیزم. بفرمایید، در خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد آتینا لقمان حکمت آن شکر. نه شه ساکنه، بینه انش 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 کو درسته؟ لله درسته؟ و من یشکر و انما یشکر لنفسه و من کفر و ان الله غنی حمید. یون حمید. به بیس، عالی. خب پسر گلم، من آیه بعدی رو میخونم، گوش بدید ببینم مجددن کدوم عزیز داوطلب میشه. دستاتون دیگه بیارید پایین. خب ممنون میشم، دستاتون بیارید پایین. خب و از قال لقمان لبه، ببینید این الفی که الان دستم اینجاست، ببین آبی رنگ این حروف والی، خب علامت نداره نمیخونیم. لب نه هی و هو و یا ا زو هو یا بنی لا تشرک بالله ان نش، ببینید نه تشدید داره، بعد دوباره بخونیم دیگه، درسته؟ انش شر که لا زل من عظیم. یادتونه بچه پارسال میگفتم اگه بعد از حروف والی تشدید باشه دوبار میخونیم؟ اینجا الف لام والیه دیگه، میانیم نور رو به شه میچسبونیم. انش شر که. خب کدوم پسر گل یاد گرفته میتونه خوشگل برام بخونه؟ اله قرنوت بشم. سورنا بخون پسرم. سلام عزیز دل، حال شما خوبه؟ قربونت بشم. بله متشکرم. به همچنین پسر گلم، خب مشتاق شنیدن صدا و خوندن زیباتون هستیم. آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. متشکرم، خیلی عالی خوندی. اعوذ بالله اولش هم گفته. آره خب بریم نریمان پسر گلم. نریمان عزیز دل بفرمایید، در خدمتتون هستیم. دوباره صدا نداره. خب آقای رجبی بخونه برام. رجبی بخون. سلام آقای رجبی. سلام حال شما خوبید آقا؟ بله شما خوبید. مشتاق شنیدن صداتون پسر گلم. منم همینطور. بزرگوارید پسر گلم، منتظریم تو برام بخون. بفرمایید. و اذ قال لقمان درسته لب نهی و هو یا زهو یا بن یا لا توش درسته؟ لا توشت بالله ان شر درسته؟ اینا چرا اعتماد نداری بین آلی میخونی؟ خب لا زو
درسته؟ لزول من خب عظیم درسته عظیم. آقای رجب من با شما خیلی بپرسم، میدونی چرا؟ چون به این خوبی به این عالی میخونی ولی نمیدونم چرا خودتو قبول نداری. من بهت دارم 20 میدم ولی شک داری. عالی آقا عالی، متشکرم. 20 تا گرفتی. خب پسر بعدی آقای شریفی نیا. پسرم شریفی نیا فعال کن. سلام خانم زینبی. سلام حال شما؟ سلام علیکم خانم، حال شما؟ الحمدلله. شما مشتاق شده صدا محبت دارید، بزرگوار خورمانش زنده باشه، لطف دارید. خواهش میکنم، بزرگوارید، لطف دارید، زنده باشه. بخون پسرم. اعوذ بالله من از شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال لقمان و لبنی و هو یعظ یا بنی لا تشرک. چرا تشرک؟ تشرک خواهش بالله ان شرک لزومون عظیم. آقا عالی، آقا عالی. ایست شده مرسی. خب آیه بعدی رو میخونیم و سی نل انسان به و ل دی ه حملت هو ام مهو و نن علا و نن و ف سا لو هو فی آمی نه انش کر لی و ل و ل دی که الی یل مسیر. این آیه ذره طولانی بود، ببینم. به 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 آقای پرغام سلطانی، آقا در خدمتون هستیم، بفرمایید. بفرم آقا پرغام. سلام پسر گلم، حال شما خوبی؟ مشتاق شنه صداتون، بفهم آقا در خدمتون هستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بس سی نل انسان بله بال لدی که حمل همه و آفرین که بله درست عالی الا درست لیل لیل مسیرو. خب آقای سلطانی باور میشه آیه به این زیب ماشالله بزرگی و به این سختی رو شما بدون غلط خوندی و چقدر روون؟ باریکلا عالی عالی عالی. خب نفر بعدی ببینیم کی هست. آرتین پسرم فامیلی چیه قربونت بشم؟ سیف الهی زدم آرتین.
آخه دو تا آرتین ننوشته کدوم آرتین، متوجه؟ آرتین سیف اللهی. آقای سیف الله، آها، پس آرتین محمدی غایبه. بله، متشکرم. تا نه کی نپرسی؟ همه پرسیدیم. آره؟ نه، دست بلا نکردن، درسته؟ نه، دست بلا نکرده. ببین، سورنا گفه آرتین بلا نکرده. خود چیز شیرانی پرسیدم ازش؟ نپرسیدم؟ ای بیگردن. خب آقای شیرانی بلنگوتون رو روشن کنی، فعال کنی. آقای شیرانی نریمان، پسرم دستتو بلند میکنه، قربونت بشم، ولی نمیدونم چرا بلنگوت فعال نمیشه. این ایراد از گیرنده شما هست، قربونت بشم. و دستم این موقع دلگیر نشی. این اصلا الان آقا بلنگوت فعال نیست. دستشو بلند نکرد. آقای خان احمدی نه، این آقای الونده هیچی. من نمیبینمش. نه خوش خان احمدی الان از همین رو پرسیم دیگه، درسته؟ نگاه حاضره. خوش نیکو پرسیدم؟ نه. خواه خوش نیکو. آی خوش نیکو، سلام علیکم. سلام خانم زینالی. سلام عزیز دل، خوبی؟ قربونت بشم. خوبی؟ بله. پسر گلم میخوایی بخونی؟ در خدمتون هستیم، بفرمایید. یه ذره بلندتر میخون، قربونت بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبستین الانسان بوابدین عمل آنباه بند. به چرا قد شد؟ خوش نیکو؟ پسرم قد شد؟ حالو بخون. وحنن 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 علا وحنن خب درسته پسرم؟ باریکلا بی آمین عالی انشکر لی. بله. عالی آقا. 20. خب نفر بعد ببینیم کی میخواد باشه. نفر بعد. همین دیگه، همه خوندن دیگه. کسی هست که دستشو بلند کرد؟ خان احمدی. آره. ولی من نمیبینم چرا میگه. بله. آره. الان سو. روحان پسرم اومدی؟ میتونی گوشی رو فعال کنی پسرم بخونی؟ بله. سلام آقا خالصم، متشکرم، در خدمت هستم، بفرمایید. اعوذ بالله. روحان اعوذ بالله. بله بفرمایید. اعوذ بالله. اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وسینا الانسان بوالدیها. روحانی یه سر دقت بیشتری میکنی پسر گلم. و هم نداری یه سر دقت کن. الو علا وحنن و فس
امثاله. آها این خیلی قشنگه. فی آمینه آمینه شکر آمینه آمینه شکر شکر لی و لوا لوالدی دی که ال علی الیا لم مسیرو. خب آقای روحان یه مقدار ضعیف خونده، از بیسته خیلی طبیعیه چون که ما در جلسه اولی هست که داریم و خیلی طبیعی است که نمیتونی بخوندی، هیچ ایرادی هم نداره. فایل صوتی براتون ارسال میکنم، شما فایل صوتو ارسال کن ببینم چه کار میکنی. پسر گلم میشه خودتون رو معرفی کن آقای مهمان؟ رفت مهمان. آقای مهمان میشه خودتون رو معرفی کنید؟ عزم بلنگوتو فعال کن. سلام علیکم، من آرتین محمدی هستم. او آقای آرتین محمدی خوش آمدید آقا. بله. میتونی این آیه و وسعین از اول از وسعین الانسان میتونی خونه پسرم؟ بله در خدمتون هستیم. بسم الله اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وسعین نل انسان به والده چقدر قشنگ حملت و امو و وحنن علا وحنن و فسال لهو فی آمین. چرا فی؟ پسرم گوش کن، فی فی نیست درسته؟ مگه شما زیره فی ای میبینی؟ فی ببخش خواهش رو فی آمین انش پر لی ولوا لدهی که الیل مسیرو. خیلی خوب خونده آقای آرتین. دوتا آرتینا عالی عالی ماشاءالله. باری کن 20 آقا 20. خب ممنون مرسی، خواهش میکنم. خب من آیه بعدی رو میخونم بعد. خب من آیه بعدی رو میخونم بعد از آقای مشکانی میخوام برام بخونه. آقای مشکانی خوب دقت کن، حالا یا آقای مشکانی یا آقای خسرو شاهی که این دوتا عزیز کدوم ها دستشون رو تو تر بالا میبرن. و این نه جا حدا که علا ان توش ره که بی ما لی سه لکه بهی ال من فلا توت هما و صاحب هما فد دنیا. بچه ها ببینید اینجا بعد از حروف والی تشدید اومد دیگه درسته؟ بعد دوبار بگیم فد دنیا معروفن وت تبع سبیل من انا با الیا ثم ما الیا مرجع او کم. یعنی توی این مرجع او کم این خوب ما گفتیم این مثل الف میمونه، خودشو نمیخونیم، علامتشو میخونیم، علامتش اوه. مرجع او کم و او نب به او کم. ای چه جالبی دستیگم اینجا داریم.
ببینید اینجا هم حمزه اومده اون شیشه. ببینید حمزه با این با علم این سه تا این همه خودشون رو نمیخونیم، علامتش رو میخونیم. ف او نب ب او هم ب ما کنتم تعملون. خب کدوم عزیز میخواد داوطلب بشه دستشو بالا بره؟ آقای مشکانی نمیخوای؟ خب آقای مشکانی ما در خدمتون هستیم، لطفا بخونیم. آقای مشکانی سلام، در خدمتون هستم. اگه صدا نداری لطفا تایپ کن. آقای مشکانی اگه صدا منو ندارید سلام. به سلام آقای مشکانی، حال شما خوبی؟ سلام. سلام عزیز دلم، الان شما صدای منو دارین؟ بله. آقای مشکانی ممنون بشم با اون صدای خوشگلت این آیه بر من بخونه. و این اعوذ بالله. آقای مشکانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای مشکانی صدای منو داری؟ آقای مشکانی صفحه 8 قرآن رو بشن. آقای مشکانی پسرم آقای مشکانی پسرم بله خانم عزیزم شروع کن بخونم صفحه 8. میدونی خط چندم؟ 1 2 3 4 5 6 خط هفتم بیار بخون. و این اعوذ بالله مشکانی بلنگوت قطعه پسرم، اگه قطعه اتحاد کن برام. آقای مشکانی من خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستن باید عرض کنم که صفحه 8 هستیم، خط هفتم. خب ظاهرن آقای مشکانی با مشکل روبرو هستن. آقای الوند ممنون میشم بفرمایید. سلام. با سلام مجدد پسر خدمت پسر گلم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان جاهدار که الا ان تشرک بما لیس لک بهی علم. خیلی داره قشنگ میخونی و حواست هست. بلا توت هما و سا حب فرما فی دنیا معروفن. چقدر قشنگ الفش رو بچه رو نخون چون والی بود. بله ت
بن سب سبینا من آن انا با این الی سم الی 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 مر جعوت کم بله فعو نت به او کم به ما کن کم تم لون فقط میتونم بگم عالی ماشاءالله خیلی عالی باریکل. پس چرا آقا زودتر دستا بلند نکرد؟ قربونت بشم. خب ببینیم نفر بعدی کی هست. به به آقای خسرو شاهی. سلام آقا، حال شما؟ آقا بلنگو تو فعال کن، شما بفرمایید. سلام خانوم، دلم برای شده الهی دورت بگردم. منم به همچنین. خوبی؟ بکنم که سلامتون میشنم، سال تحصیلی به تو تبریک میگم. منم پسر گلم، در خدمتون هستیم، بفرمایید. بخونم؟ آره عزیز دل. عوض بالله من شیطان رجیم و این جاها جاها سوکت الان ان خوشرکت تیما لیسا لکه بهی علم و فلا تو که توفه همان باری کلا صاحبی نه و صاحب همان ها دنیا آفرین معروف و طبع خیلی داره قشنگ میخونی ها فلاتو سبی سبی سبیله ها من انا با من انا انا با الی الی لی ها ثم درسته این الی ها جعو مرجع او کن مرجع او کن خوب بوم او بل ف اونا بکن بنا که ما کن کنتم تا ملون تا ملون بیست. آقا عالی عالی، متشکرم. خب ممنون میشم مهمان عزیزمون خودشون رو معرفی کنن. خانم دوباره به ما دادی؟ نه زده بوده که مهمان، من اونو روشن کردم. مهمان عزیزمون کی هست؟ ممنون شم خوش رو معرفی کنه. عزیز دل، شما که زدین مهمان میشه خودتون رو معرفی کنید؟ سلام خانم. سلام عزیزم، اسمتون چیه؟ قربونت بشن. محمد رضا. فامیلتون چیه؟ روحانی منه. بلندتر میگه نمیشنوم، قربونت بشن. روحانی منه. به به آقای روحانیش، آقا ارادت داریم خدمت شما. خوبی؟ خب روحانی منش، پسر گلم، من این آیه آخر رو که خوندم از شما میخوام که برام بخونه. خب در خدمتون هستیم. خب من میخونم یا بنیه الان نه من میخوام بخونم، بعد شما بخون. یا بنیه این نها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة
او یعنی نمیگیم او، یادتونه گفت عرب و و ندارن و و بودن و و ساکن ندارن. او تس سماوات او تل ارز محمد رضا، چون تازه مهمون شدی بهت بگم، یادتونه پارسالم میگفتم بعد از حروف بالی باید دو بار اون حرف رو بخونیم، مثل تس سماوات، مثل فل ارز، یعت به حل لاهو ان نالله لطیفون خبیر. خب حالا ببینیم آقای محمد رضای گل ما میتونه بخونه؟ نه محمد رضا، محمد رضا پسرم میتونه بخونی؟ بلنگوتو فعال کن اگه میخوای بخونی. آقای روحانی منش، ببین صدات نمیاد و قربونت بشن. خب دوستان، حالا که آقای زنان دسترسی نداره به ما، بله ببینیم که داوطلبه. آقای امیر مهدی جان، امیر مهدی، آقای تیموری درسته؟ سلام خانم. به سلام پسر گلم، حال شما خوبی؟ خوبی، این دلم بازت می تنگ شده. دل قربونت بشم، منم دلم برات تنگ شده. یعنی خواستم که یه خانمی مثل شما دارم و خواستم که داره تصمیم با شما شده. عزم این سر بلنده هستن، صدات خیلی کمه، ضعیفه. خانم جونت دلم، درست شروع کنیم بخونم؟ بفرمید. آیه آخر صفحه 8، یا بون اعوذ بالله، اعوذ بالله را شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بون، یا بون یا خب نخا این حق، چقدر قشنگ میخونی. حق بر سن، بله خوب بله ارزه نه یعته، درسته؟ بله یعته آفرین، به حلا لا این خب چون آخر است بهتر که میده خبیر، درسته؟ آقا عالی، ایست عالی. آقای خانزایی میشه بلنگوتون رو فعال کن در خدمت شما باشیم؟ شما که شد بیست. سلام، سال تحصیلی مبارک، صبحتونم بخیر. متشکرم عزیز دل. آقای خانزایی در خدمتون هستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بونی بونای یا انها ان تکو مسقال حبت من خردل و تکون بی سخت رد سماوات، فقط پسر نه او 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 از یت به ها لاه هو ان لاه ها لطیف خبیر. خب بهتر نیست بگی لطیفون، درسته عزیزم؟
لطیف و خوب. عالی آقا، عالی عالی. خب پسرای گل من، خب ما گفتم اعتماد به نفس نداره، یادته گفتم چقدر اعتماد به نفس پایینه الان نیست چون موقع گفتم اعتماد به نفس پایینه جونه دلم بیست شدی آقا بیست متشکرم الان هر بلنگو قد شد قد شد من پسر گلم ببینید من الان آقای روحانی منش دوست دارم برام بخونه روحانی منش دوستم برام بخونه بعد آقای عبدالله زاده دوستم برام بخونه آقای فرمانی و آقای مشکانی این چهار نفر کدوم هم الان داوطلبن یه بار که اعلام میکنن آقای روحانی منش آقای شیرانی عبدالله زاده آقای فرمانی و مشکانی خب آقای شیرانی بله آقای شیرانی در خدمتون هستیم فعال کنیم بلنگوتون رو آیه آخر بفرمه آقای شیرانی در خدمتون هستیم آقای شیرانی آقای شیرانی در خدمتون هستیم صدای منو نداره آقای شیرانی آقای شیرانی من بلنگوتون رو فعال کنید براتون زدم خب ایرادی نداره عرضم بزرگ کن این اسمایی که میگم یه بار دیگه اعلام کنم آقای روحانی منش آقای عبدالله زاده آقای فرمانی و آقای مشکانی کی میخواد داوطلب بشه برای ما بخونه کدوم عزیز خب آقای فرمانی در خدمتون هستیم بلنگوتون رو فعال کنیم آقای فرمانی در خدمتون هستم بعد بلنگوتو فعال کنیم پسر گلم من برای شما زدم و آقای عبدالله زاده میخواید بخونید پسرم خانم آقای عبدالله آقای عبدالله بله خانم در خدمتون سلام سلام عزیز سلام عزیز سال تحصیلی جدید به شما تبریک میگم متشکرم خانم ما چون اومدیم مسافرت خونه مادر بزرگم کتابم تهران جا مونده آها یعنی الان نمیدونم باش ایراد نداره باش ایراد نداره آقای سیفولای در خدمتون هستیم بلنگتون رو فعال کن آیه آخر بخون اعوذ بالله آیه آخر بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی انه ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی ذرة او فی سماوات فی السماوات او فی فل ارس یعت به لبه لله نه لله به الله به الله
بهالله لاتیف و خبیر. عالی آقا، عالی، متشکرم. 20 طبق معمول و به همشگی. سپاسگزارم. خب پسر گلم، امروز ما از همه درس پرسیدیم الا چند نفر. من یه برگه اعلام میکنم: آقای روحانی منش، آقای شیرانی، آقای عبدالله ساده، آقای عظم فرمانی، آقای مشکانی. دو تا هم غایب داشتیم. آقای علی چراقی غایب بودن و آقای انتظاری. بله، دو تا غایب داشتیم. خب انشالله بچه ها، برای جلسه آینده که میشه هفته آینده، من میخوام صفحه 9 رو براتون تدریس داشته باشم. خب اولونم مهمانم که نه، لحظه آخر ما یه مهمان داریم. آقای مهمان، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ بلنگوتون رو فعال کنید. الو آقای مهمان، شما کی هستید؟ بفرم خودتون رو معرفی کنید. آقای روحانی منش. بلنگوتون خوب شد؟ بله. خب میتونه آیه آخر بخونم؟ دو سه دقیقه آخر بفرمید. اولش بسم الله. بسم الله. خب بله. خردلن. آفرین. نشیدم بعد از فتکون چیه؟ فتکون آها فی. عالی، آفرین آفرین. آفرین. نشد. نه، بعد از او چیه؟ تل. فل ار. آها آها. هر چی میگذره داره خوشگلتر میخونی. خب آقا بیس خبیر، درسته، آخر آیه باید وقت کنیم. متشکرم. خب پس دو تا قایب داشتیم امروز ما و یک و دو و سه و چهار نفرم مشکل داشتنم بلنگوشون. آقا متشکرم. خب برای از امروز تا روز سه‌شنبه، پسرم دستاتون رو پایین بندازید، از حالا تا روز سه‌شنبه به صورت داوطلبانه هستا. خب اونهایی که دوست دارن سرگروه بشن، هر کی که دوست داره سرگروه بشه، خب برای من صفحه 9 رو بخونه و بفرسته، هر چند خط که دوست داره. یکی دوست داره یه آیه بفرسته، یکی دوست داره دو تا آیه بفرسته، هیچ چیزی نیست، اجباری نیست، داوطلبانه، اما میشه سرگروه. پس از امروز تا روز سه‌شنبه هر دوستی که دوست داشت میتونه برای من فایل صوتیشو ارسال کنه. اما یه خواهش ازتون داشتم عزیزان دل، ببینید یه فایل صوتی از خودتون پر کنید، اما قبل از اینکه فایل صوتی رو بر من ارسال کنید به خصوصی، کتاب رو جلوتون بذارید، خودتون فایلتون رو گوش کنید، ببینید درست میخونید یا غلط. یه بارم به مامان یا بابا بگید که مام بابا من اینو خوندم، شما بیا برام سعی کن، اگر بدون غلط بود برای من بفرست. خب دوستتون دارم.
دلم از حالا تنگ میشه براتون. تا هفته آینده روزتون خوش. پس دوستانی که دوستان بسازه داوطلبانه تا سه شنبه برای من صفحه 9 رو بفرستن رواخانشون. خدا نگهدار.